روز نهم هست امروز و ما اومدیم کم خرید کنیم برای سفرمون. چه شومی؟ ما سوار اتوبوس شدیم بریم به سمت فرودگاه. 2 ساعت دیگه پروازمونه و اصلا وقت نداشتم که بخوام داخل خونه ویدیو بگیرم، چون که ما امروز فول تایم داشتیم کار میکردیم، یعنی تا ساعت 5 بعد از داشتیم کار میکردیم، سر کار بودیم و فقط دیگه تونستیم خیلی سریع جمع کنیم و حرکت کنیم. علی صفان من نشستیم، جفتمونم خوشحال که میخوایم بعد چند سال بریم اسپانیا. I love this place. الان سکیوریتی کنترل رد کردیم، البته به اون گیر دادن، جفتمون مارک کردن. الیسا what did you have in your bag? Bacon. داشتیم یکم از سوغاتی هایی که داریم برای بچه همون بریم، مال علیسا بود، یعنی توی کیف علیسا بود. برای من هم فکر کنم یه دونه گوپرو، چون یه دونه گوپرو داخل کیف هم بود گیر دادم. خلاصه جفتشو مارک کردم، گفتم بیاین این ور، بعد باز کردم چکندن، چیز خاصی نیست، گذاشتم بریم. A25 اینجا پرواز ماست. یکی از بهترین عادتهایی که من دارم اینه که توی فرودگاه یا پروازم همیشه سعی میکنم از اون وقتی که منتظر میمونیم استفاده کنم. مثلا الان نشستم دارم فیدبک ویدئوی بعد رو مینویسم برای ادیتورم. بوردینگ شروع شده و من گرسنه شده. به سمجه غذا هم را What did you say? I said if people would see you eating they would think oh my god he's hurrying because he needs to go on a flight but really it's his normal eating speed to eject. Are you excited for going to Spain? Yeah? How much? I'm a bit sleepy now. That's our aircraft. دیگه آخرین مراحلشه و دیگه نزدیکیم که تیک آف کنیم. Adiós, chicas. Adiós. Gracias por las fotos. De nada. ها؟ یی بارسلونا. خب قرار ما بریم پیش 3 تا از دوستای اسپانیاییمون که من چند سال میشناسمشون، ولی ما توی دوران کرونا دیگه نتونستیم همدیگه رو ببینیم. ما همیشه برنامه میشینیم سفر میرفتیم و همه رفت، بعد یه کرونا شد اصلا نتونستیم همدیگه رو ببینیم. خلاصه اومدن دنبالمون اینجا بیرون منتظر ما و کلا این چند روز پیش اوناییم. ببینیم برای کرونا بعد QR کد نشون بدیم. آی 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 مارسل کا پور فاور. Ahora, gracias. Adiós. Am I speaking really good Spanish? Hola. How are you? This is my life, Javi. This is YouTube. Have to film everything, you know? Yeah. دو دوست نقشه رو ببینیم تمام جایی که اینو رفتن. خب این سویتیه که به ما دادن، همیشه وقتی ما اینجا مزاحمشون میشیم لطف میکنن این اتاقه رو با میدن، بعد مثل هتل ها برامون زحمتی کشن بالی میذارن و خودش هم دیگه چیزه، دیگه سویت کامله. شبتون بخیر. صبحتون بخیر. روز دهم. الان داشتم تجهیزات دوربینم رو آماده میکردم، گوپروم آوردم، اینم آوردم که میبردم به چیز، بخواستم تو بارسلونا چند تا شات قشنگ برم، ولی پیچش رو یادم رفته بیارم. اون پیچه رو یادم رفت بیارم. You know what I want to do? I want to
change the door because it's a bit weird that it opens from the right side. Is it okay if I change it for you to put this on this side and that it opens from this side? You can do that? Yeah, of course. Yes. That it opens from this side because I think it makes more sense. Because here it's like near the door, it's like, you know. I agree. I always thought that this is not the... It's ready for this. By the way, this one... Yes. Ah, this is Javi. But it's too difficult. Hi. Hi. Paul, Emrus Didimesh, Luis Sanchez. Bad to finish. Look at this. This is how Abed makes it. Professional. This one is not good, but. Not very professional. توی اسپانیا فرهنگ که دارن اینه که گوجه رو میمالونن به نون. معلوم خواستم صبحونم بخورم. خاوی میگه مطمئنی میخوای همینجور بدون گوجه بخوری؟ گفتم آره. میگه تعجب میکنم چجوری مردم خاوی رو از من عکس میگیره. تا من رو دوباره سوال کنم. باید تعجب میکنم که چجوری بعضی مردم میتونن بدون گوجه بخورن. حالا میگه این گوجه ها مخصوص اینه، یعنی فقط میگه اینو برای خوردن نیست، فقط مخصوص اینه که اینجوری بمالونش روی نون. یعنی میگم این توی رستوران هم که میری اینجوری برات این کارو میکنن. حالا ما میشوریم اینو. Cut on the top of the bread and this just strong. Yeah do it. Yeah, especially in families too, little kids. When they are preparing the food, mm-hmm. and the kids are, what can I do? Just paint. Paint the bread. They paint the bread and they look to, it's finished. Just paint. So like this, yeah? Yeah, you can just remove all this piece. But yeah. This is good, I will keep it. Yeah. And then with the other, the one that you put some oil, is over there. Oh, you put also oil? Yeah, on the top. Like this? Yeah, a bit. And there is some special oil only for that. Okay, and this is also one of those? Olive oil, but it's different quality because it's only for... Do you want to try, Lisa? That's good. Are you happy, Lisa? Javi, are you happy? Yeah. This is nice. الان داشتم میگفتم که هوا خیلی خوبه چون خب اینجا آفتابیه. حالا آلمان معمولاً الان آلمان بعد ابری باشه و اینکه اصلا من با تیشرت اومدم بیرون و این واقعا خوبه. یعنی الان توی دسامبر و من با تیشرت نشستم اینجا خیلی حال میده. خلاصه جاتون خالی. و کاری که ما الان می‌خوایم بکنیم این دره خیلی رو مخ منه چون در از این ور باز میشه. بعد اینجا این وره می‌خوام در رو از این ور باز کنم. می‌خوام حالا منو جابجاش کنم. این پایین یه دونه پیچ داره. اول بعدم پیچ رو باز کنی وقتی پیچ آزاد شد. وقتی پیچ آزاد شد در انجا در میاد و میتونی در رو بیاریم پایین و بعد تمام اون بستا رو باز کنیم. یه مشکل کوچیکی داریم خدم بهش فکر نکردیم الان که باز کردیم متوجه شدیم اینا که این پایین یه رو بخوام بازش کنم اینو من باید جا بجا کنم ببرمش اون بر. اگه بخوام بازش کنم بعد از زیر دسترسی پیدا کنم و این به این معنیه که بعد یخچال رو کامل خالی کنیم درش بیاریم و چرخ کنیمش رو از پایین دست. خلاصه کارو میکنم بیشتر شد. اوکی. خب مرحله بعدی جدا کردن اینه که اینو بذارم اونور. این الان من باز کردم رو اینجا بود و این میبینین که مثلا اینجوری در رو باز میکنم. چیز باحالیه. این دو تا رو باز کنم و ببرمش اونور. اوکی. Easy. خب این بچه یخچال معمولا از این چیزا دارن. حالا من یکی باز کردم. بعد اینو برای شما در بیاریم وقتی که میخواین دستگیره بذاری اینجا و اینو وصل میکنیم به این ور. جایی که اون یکی قبلیه بوده. نست. آقا در آخر کلی کارش بیشتر از اون چیزی بود که ما حد زده بودیم. ولی خب دیگر هم آخر باشه. Just your head. این آخر کار خیلی سخت شد. چهار نفری داشتیم چیز میکردیم. میشه اصلا فیلم بگیر ازم.
So much better. Look. So, you see. This is how it should be. You can show. خب بچه الان این خیلی بهتر شد. اصلا عالی اینجوری. Happy? Happy? Very happy. Very good idea. بچه راستی. ویوی خونه شون اینه. البته خب ما میبینیم که توی شهر بارسلونا مستقیم نیستیم. چی رو باز میشه؟ دکمه داره. بابا نولم افتاده اونجا. بچه ببینیم پیاز یخ زده آماده داشتن. خورد شده من تا نهره بودم. تو آلمان هم نیست. عجیبا غریبا. You guys are so lazy. Yes. That's better. ما قرار بریم شهر جیرونا. ما اومدیم الان شهر جیرونا، یه شهر توریستی معروفه توی شمال کاتالونیای اسپانیا هست و پشت سر من میبینین که این جایی هست که خیلی معروفه از جیرونا، هر کسی میاد عکس میگیره و اینجا که Which movie was that that they did here? Which Game of Thrones. خلاصه چند قسمتش توی این به اصطلاح قلعه ضبط شده. این کوچه پس کوچه های اسپانیا خیلیه. من عاشق این معماری و این حالته. حالا مثلا اینجا میبینی خونه‌ای که خیلی حالا شاید قدیمی داغون باشه این، ولی خب کلن این سبک از کوچه پس کوچه ها خیلی باحاله. این هم شیرینی های حالا این منطقه هست میبینیم. خیلی با نمک بود. تمام این پلا میبینین، اینا تمام چیزای قدیمیه که مال حالا نمیدونم چند سال پیش بوده، ولی خب اینا تمام چیزای اصلی اون زمانه. اینجا همه دارن فیلم میگیرن. من چند سال پیش اومدم اونجا یه دونه عکس گرفتم. خوابی با داری دوین. Go ahead. تو چند دقیقه پیش گفتم که این یه دونه قلعه است، اشتباه گفتم، الان متوجه شدم که این اصلا یه کلیسا است. سوتی دادم. Look at this. That's beautiful. I remember last time we were also here. Yeah, I remember last time. به زمان غروب خورشید رسیدیم. این چیزی که می‌بینی یه دیواریه که در واقع اینجا قبلا مثلا دفاع می‌خواستن بکنن از شهر. این دیوار دفاعی شهر بوده، چون اینجا مثلا دور تا دورش دیوار بوده. و اینجا می‌بینین که هر مثلا چند متر یه دونه از این روزنه‌ها، نمی‌دونم چه اسمش چیه، می‌بینی خیلی باریکه. از این ور مثلا جا بیشتر داره که من بیام داخل اینجا، و این برای اینکه من مثلا بخوام تیر بزنم به کسی، انجام می‌تونستم نشونه بگیرم و تیر بزنم به بیرون، و از بیرون خب سخت‌تره که تیر بیاد داخل. نه حالا داستانش اینه. Artist. اینجا یکی از جاییه که سریال حالا گیم آف ترونز یکی از صحناش اینجا ضبط کرده بود. انصافا میخواستم دیگه ویدیو نگیرم و گفتم دیگه تمومه، ولی انقدر قشنگه اینجا الان با این چراغا و اینا، خیلی باحاله. از کوچه هاشون انقدر قشنگه، انگار مثلا توی یه فیلم هستیم، انگار مثلا اینجا شهرک سینماییه. خیلی باحاله. میکنی؟ وقتی بهتون میگم شبیه شهرک سینمایی نگاه کنی اینا.
بچه من الان دیدم و فکر کردم که این مثلا مجرم چیزی دنبالشن، گفتم اوه نگاه کن این نفر بگو بابا نویسنده است، نویسنده کتاب است، معرفی کتابش انصافا خیلی قیافش غلط انداز پردونا I said perdona perdona میخوام سعی کنم اسپانیایی سفارش بدم، زبون اسپانیایی میخوام میشه سفارش. Por vasit, una de una de bravas. Una de bravas, por favor. Perdona. Bravas. Bravas. Una de bravas, por favor. چی داری میگه حرف میزنی شو حرف؟ Perdona. Voy. Un camino. Una de bravas, por favor. Vale. Con las dos salsas o con una? Two salsas or just one? Two salsas. Two salsas. No, very good. You did very good. برای قسمتش آماده نشده بودم. Thank you for teaching. پلیه که ما عصری روش بودیم عکس میگرفتیم. این هم از شانس شماست و ما. Rest of the world, and in order to guarantee the food for your family, the best is to have a good fertilized soil. And if you have no animals, the only fertilization you've got is your own. Right? That was yeah. That's the most ancient fertilization we have, and therefore the symbol of this in our homes, mm-hmm. start with nativities, is to have wellness. Happiness and joy and all the good luck, that at least we have everything we need. Like he used to take care of his family, that there was enough food because of the fertilized ground to have a better harvest for the rest of the year. Mm-hmm. And that's what we mean with it, having it in our homes. And if we give it to somebody, we wish that they have everything they need at least. Oh, nice. Like this thing that usually when they want to do this, they put it in. But this thing that is Catalan, Barack Obama, I don't know, here. گاندی هست، بعد برای تمام افراد درست کردم، فرانسیس پوپ، همه شون اینا مرکل هست. مرکل برای مرکل مثلا درست کردم، مثلا در حال شیفه دست و سکویل گیم هم درست کردم برای همه و بازیکنهای بارسلون رو میبینیم که مثلا براشون درست کردم و مثلا میبینیم سوارز مال خودش دستشه. الان دوست ما یه دونه از نامه خرید، مال الان کوویده. لویس، do you see anything special in the kitchen, any difference? Anything special in the kitchen or different? Take the pine and forget it, everything. Wow. Eh? No, this is not true. What do you think now about it? Well, it's different. this is correct. You can see the kitchen and you can see what's inside. You're welcome. Convenient. Maybe. You're welcome. We have a different thing. You know this. You know this. Oh my God. 4 years. 4 years. Thank you. You're welcome. I kept it in a plastic so that it doesn't get dirty and like. You're welcome.